به نام خدا رحیم لطفی هستم در قسمت شما این بوم آموزش جاوا اسکریپت در بفرمایید تو این قسمت میایم و کدی که تو قسمت قبلی نوشتیم یه تایمر بود که حالا تایم رو نشون میداد و این هم خروجیش بود که حالا یه استارت میزدیم تایمر رو نشون میداد و یه استوپ می میزدیم اون تایم متوقف میشه که این برای یه اسپن بود دو تا تایمر حالا دو تا باتن تایمر استارت استوپ دو تا عدفان. حالا میخوایم بیایم و این کد رو ریفکتور اول ریفکتوری که به این کد میخوره حالا من بخوام این کد رو ریفکتور کنم میگم من یه فانکشن دارم برای این که بتونم این دیت رو نشون بدم اینجوری نباشه کل این کد داخل این رو کات میکنم اینجا قرار میدم اسمش هم میذارم مثلا شو مثلا تایپ. اینجا نقد کنید خب این شو تایم میگم که این الان این فانکشن ولی دقت بفرمایید تایم رو میاره محاسبه میکنه اینجا تایم رو میاد آره سپریت میکنه بهتر من یه فانکشن بگیرم بنویسم به اسم فانکشن مثلا get time get تایم جاری بهتره ناو no time خب اینا رو من بر میدارم اینجا میذارم این تایم رو هم اینجا کات میکنم اینجا قرار خب دقت کنید اینجا من یه ریتن بنویسم این رو برگردون حالا یک کنترل کادی هم میزنم که کدم مرتب بشه این از این این, این. الان نیترو رو برمیگردونه اینجا خب این رو من میارم اینجا قرار دیگه اون خوتم که الان میبینید هیچ مشکلی نه اینم از این که الان این اول تایمر دقت کن اون فانکشن سیت اینتروال فانکشنش این رو انجام میده شو تایم شو تایم من میاد پایین اینجا اون اسپنه میریزه اسپن میاد گیت تایم از اینجا بر می داره و میگیره خب اینجا دیگه کلا کار تایمرمون اینجا انجام میشه اما اینکه حالا اگه خب دقت کرده باشید این جانب نیست که من بیام فانشن یک تاو رو اصلا اینجا بنویسم من این فنکشن رو برمیدارم کلا میارم بیرون خب میذارم اینجا یه اسم میدم میگم مثلا تایمر فنکشن اسمش رو میذارم تایمر فنکشن حالا اسم مناسبی نیست اما حداقل تو این کورس قابل قبولید خب این است الان دقیقا استارت تایم میاد این رو میگیری و اینجا می... میتونم ادا این اینتروال تایم هم. اینجا اضافه کنم بگم مثلا بره اینترنال تایم اینترنال تایم و مساوی است با ازار که اینجا کاربر بدون چی هستش خب اینجا یا آی تعریف من اینتروال تایم اینجا آیشم هم میکنم الان یکم بهتر شد تنها مشکلی که من دارم اینه تو سبرم این اینجا باشه میخواب اینجا بزنم مثلا میره اسپی اسمش بود تایم آیدی اسپی تایم ID مساوی است با این. اینو بیام اونجا قرار کن بدم که هر جایی خواستم به اون تایم دسترسی داشته باشم اینجا بیام و اون رو بینیم خب اما یک الان این قابل قبول هستش اما میتونه اینم داخل حالا یک مقدار دیگه باشه اینجا شو تایم رو بنویسم set in span رو بذارم که بیاد و داخل اون span قرار بده یعنی اینکه مستقیما نیاد این رو قرار بده این مقدار رو بگیرم و توی یک حالا یه فانکشن دیگه داشته باشم به اسم مثلا set span سلام ست تایم بن مثلا تکس یا این کار رو انجام بده و داخل این این اشتیملش قرار حالا من به همین بسنده می و با این میگم که مهدا مشکلی نیست یه کنترل کادی و اینجا مرتب میکنم. کود رو مرتب می کنم کد از بالا یه بار میکنم می تایمر حالا سه تا متغیر دارم اینجا استارت تایمر اینتروال یه تایمر فانکشن دارم که پایینش دقیقا اومدم اون رو نوشتم و از این طرفم هم میام بعد از آده یه شو تایم دارم شو تایم باید یک قط بیاد بالاتر شو تایم میاد بالاتر چون اونجا دقیقا شو تایم رو خوندم شو تایم بعد از شو تایم گت ناو تایم دارم این گت ناو تایم هم باید بیاد بالاتر چون که بعد از اون فانکشن من گت ناو تایم مستقیبا بعد از اون خوندمش این هم پایین و تقریبا میشه حالا گفت یک کد قابل قبولی ما برای این فانکشن نمیشیم دقیقا بفرمایید این الان میتونید به راحتی هم اکسنف کنید یه پیچه رو اضافه کنید و خودش هم خانه هستش این بیارم میزنم این باطنه یکم بیاد پایین اینجا کنترل کادی موجود دادن و ران بگو دقیقا بفرمایید اون تایمره و اینم ازش آی ریفاکتور کردم کار دیگه ای نلج